خواهش میکنم. شما لطف دارید خانم دکتر و مجددا سلام به همه حضار دارم. و قبل از اینکه شروع بکنیم، خانم ذکر کردند و این ایام ایام میلاد حضرت رسول اکرم پیامبر رحمت هست و ما بسیار از این بابت خوشحالیم و به همگی تبریک عرض میکنیم، هرچند که دل ما از این کارهایی که بعضی از این مسلمان ها که شاید امشب ببینید جزو چه گروه هایی شاید بشه اونها رو گذاشت، گروه های بنیادگرا، دل ما رو خون میکنن و واقعا آدم رو شرمنده میکنن از اینکه بگن اینها پیروان پیامبر رحمت هستن. بعد بیشتر از این وقت نگیرم و من سعی کردم اینجا موضوعی رو مطرح بکنم که به نظر خودم لازم هست همه ما یه شناخت بهتر و شست رفته تری داشته باشیم از این مقوله‌ای که به طور پراکنده با پدیده ها، با عوارض و با حرکاتش حداقل ما مسلمان ها همین این روزها هم که میدونید روبرو هستیم و ببینیم اصلا چرا و کی و چرا اینها این کار رو میکنن. پس اول درباره این که چرایی این موضوع، به نظر من همینطور که گفتم از این جهت که همین روز با رویدادهای افراطی، حالا چه از سربریدن‌ها در پاریس هست و چه جنایت‌های اسلامی داعش و طالبان در افغانستان، اسید پاشی‌ها به روی زن‌ها، طرد و تکفیر و مجازات و سنگسار و هر کسی که ایده مخالف داره، خب به نظر من اینها رو به جای اینکه همیشه فکر کنیم که خب یه عده‌ای هستن شاید پدیده‌ای نیست که ریشه داشته باشه، تشکلی داشته باشه، اینها شاید از بین میره، و البته این فقط هم عرض کنم مربوط به اسلام نیست، برای همینم عنوان مقاله، عنوان صحبت کلیه بنیادگرایی دینیه نه بنیادگرایی اسلامی فقط. و همینطور که میبینید اینها همه در ادیان مختلف خواهر برادرهایی دارن. پس شناخت دقیق و تبیین شده در باب چیستی، کیستی و چرایی وجود چنین حرکت‌هایی رو لازم می‌دونیم. شما الان در آمریکا که زندگی می‌کنید می‌دونید که همیشه این مسئله بوده و هم در زمان آقای اوباما و هم الان که این دست راستی های مسیحی و حزب جمهوری خواه مخصوصا که در جنگ اونا هست و از اونها خط میگیره، هدف اصلیشون اینه که یک قاضی محافظه کاری رو در اون دادگاه عالی آمریکا قرار بدن. این هم یک پدیده، یک جلوه از کارهای این بنیادگرایان هست. همیشه بنیادگرایان خون و خونریزی نمی کنن. آخر سر یکی از مشخصاتشون مسئله خشونتی که بهش می پردازن. اما این پدیده چرا به وجود اومده و از کی مطالعه و تحقیق درباره اون شروع شده؟ من فقط به طور خلاصه بدون اینکه وارد اسامی محققان، دانش پژوهان، جامعه شناسان و یا حتی عناوین کتاب‌ها و مقالات بشم، به طور کلی عرض می‌کنم که مطالعه و تحقیق پیرامون بنیادگرایی دینی تقریبا از اواخر دهه 70، مخصوصا از اواخر دهه 80 به طور سیستماتیک صورت گرفت و در دهه 1990 اولین و جامع‌ترین کاری که این پروژه مطالعاتی منتشر کرد، پروژه مطالعه بنیادگرایی دینی بود که در دانشگاه شیکاگو تحت نظر دینپژوه معروف و با سابقه آقای مارتین مارتی و جامعه شناس دینی اسکات اپلبی در 5 جلد
قطور که البته اینها ننوشته بودن، اینها این رو ادیت می کردن و از تمام متخصصین در تمام ادیان مختلف، چه ادیان ابراهیمی و چه ادیان شرقی، از هندوها، بودیست ها و اینها دعوت کرده بودند که در این باره بنویسند. و همینطور این پدیده رو و نقش بنیادگرایی و حرکت های اون رو در جنبه های مختلف زندگی مدرن، اهم از رابطهشون با یا برداشتشون نسبت به حقوق زن یا اصلا زن، مسئله تعلیم و تربیت، مسئله روانشناسی و اینکه حتی آخر به کجا میرسه. این ادبیات سر منشأی شد که پس از اون، از الان نزدیک 30 ساله که نشر و تألیفات گسترده‌ای بعد از اون صورت گرفته و بحث‌های زیادی هم بوده. یکی از ایراداتی که به این کار گرفته شد و البته همیشه همینطور هست که همه دوست ندارن اون چیزی که هستند رو بهشون اطلاق بشه، ولی خب مثلا میگفتن که چرا این لفظ بنیادگرایی رو برای همه دین‌ها به کار میبرید و این رو یک پدیده دارید نشون میدید، در حالی که این لفظ بنیادگرایی مختص پروتستان ها بوده، پروتستان های آمریکایی بوده و در دین های دیگه نمیشه این لفظ رو به کار برد. البته همینطور که میدونید و اشارم ضمنی بود، در دهه 1910 اولین باری بود که پروتستان های مسیحی آمریکا که احساس خطر کردن از جانب چیزهایی که الان بعداً میگم متوجه میشید، اونها کتابی منتشر کردن به اسم Fundamentals of Protestantism و این اسم روی اینها موند و به اونها و که این گرایش رو داشتن پروتستان چیز فاندامنتالیست یا بنیادگرا میگفتن. حالا من کاری ندارم بحثای پیرامون مخالف و موافق، پیرامون امکان به دست دادن یک تعریف از یک پدیده به نام بنیادگرایی دینی، خب نظرات خیلی زیاد بوده، ولی به شما عرض بکنم که الان بعد از 30 سال هم این کلمه جا افتاده، هم این که همه الان دیگه همون کلمه رو به کار میبرن و اینکه چرا، پس چطوری شد که اینطوره و عمدتا دیگه شما نمیدونین ببینید که البته مسلمون های اسکالرای مسلمون، محققین مسلمون بعضی هاشون تعصب دارن و با اسامی اسلام رادیکال، اسلام سیاسی، اسلام چیز اینها رو میخونن، ولیکن حقیقتش اینه که در بسیاری از مشخصات همه اینها در همه دینها، مخصوصا ادیان ابراهیمی، یهودیت، مسیحیت و اسلام، اینها مشترکن، ولی حتی در دین هندو که معروف هست به تکثر، معروف هست به تالرنس، معروف هست به رواداری، شما این رو میبینید که اون بحثش اینجا نیست، ولی در ضمن مثال ها شاید به اونها اشاره بکنم. پس بنابراین لازمه که این پدیده رو بشناسیم. این یه تاریخچه بسیار مختصری بود برای اینکه بدونیم اینها از کی و این اسم از کجا آمد. همینطور که این تاریخچه نشون میده، شما میبینید که حالا اینا چند تا نکته است. من اینجا در بحثم میخوام چند تا مشخصه مشترکی رو از پدیده به نام بنیادگرایی در همه دینها مشترکه عرض بکنم که این یک محکی باشه برای مواردی که ما بهش بر میخوریم و ببینیم آیا این مورد تا کجا، تا چه اندازه به دستبندی و کلاس بندی بنیادگرایی در اون دین نزدیک میشه. قبل از اینکه من به اون مشخصات مشترک و نقاط مشترک اینها بپردازم که در واقع
تعریفی است از این بنیادگرایی، چون نمیشه بعضی چیزها پدیده‌ای نیستن که ما بتونیم با یک جمله یک تعریف خاصی ازش بدیم. بنابراین کاری که انجام شده اینه که به صورت مقایسه‌ای و به صورت مطالعات هم جامعه شناسانه هم مطالعات تحلیلی این مشخصات مشترک رو در آوردن و به این نتیجه رسیدن که در این حالی که هر کدوم از این بنیادگرایی ها در ادیان مختلف مثل یهودیت، مسیحیت، اسلام، هندو و غیره مشخصات خاص خودشون رو دارن و شرایط و کانتکست و بستر خودشون رو دارن، اما اونها با همدیگه یک شباهت های خانوادگی دارن. حالا من دیگه نمیگم که این اصطلاحی است که از آقای ویتگنشتاین قرض گرفته شده، ولی اینها با هم یک شباهت های خانوادگی دارن و بنابراین به این شیوه میشه این پدیده رو بهتر شناخت. قبل از اینکه من به اون مشخصات برسم چند تا نکته رو لازم ذکر بکنم. اول اینکه این پدیده بنیادگرایی هر چی که هست اتفاق و تحولی مدرن در تاریخ همه ادیان است. به این معنا که ما قبل از دوران مدرن همچین پدیده‌ای رو در دین‌ها نمی‌بینیم و از نظر زمانی هم حد اکثر یک قرن، حدود یک قرن از اگر اولین نمونه اون رو همون بنیادگرایی پروتستان ها بدونیم، از اون موقع در آمریکا شروع میشه و بعد حرکت های مشابهش در ادیان دیگه هست. ولی که در نیمه دوم قرن بیستم و مخصوصا در بین کشورهای مسلمان و اوج آن انقلاب اسلامی ایران، این لفظ به جریان های اسلامگرا هم اطلاق میشه و دوباره اون کلمه فاندامنتالیزم یا بنیادگرایی که در واقع در تاریخ و در حافظه آمریکا و ژورنالیست ها و اینها نهفته شده بود دوباره بیرون میاد و به این حرکت ها اطلاق میشه و بعد از اون شما میبینید که بله نیمه دوم قرن بیستم یهودی ها هم اینو شروع میکنن، الان هم هستن با دولت اسرائیل میجنگن و غیره و ذالک، و هندوها هم همینطور. الان شما دولت ناراندا مودی نخست وزیر هند رو که دارید، این دولتی است که حزبش یک حزب بسیار بنیادگرا و رادیکال هندو هستش و میبینید که چطوری مسلمان ها را قتل عام میکنن و غیره. بنابراین این پدیده مدرن هم بخواد یکی اولا به این معنا که در دوران مدرن اتفاق افتاده، دوم این که این پدیده دلیل وجودیشون عموما حرکت هایی هستن اینها که در عکس العمل به آثار و عواقب مدرنیته و روشنگری عصر عواقب و تبعات عصر روشنگری و مدرنیته در جوامع مختلف دینی و سنتی این حرکت ها شکل گرفته. پس به دو معنا مدرنن، یکی هم از نظر زمانی، یکی هم این که بله اصلا از نظر وجودی اینها در واقع عکس العملی به مشخصات و عواقب و آثار مدرنیته و مخصوصا سکولاریزم بودند اینها. البته عرض بکنم وقتی میگم در دوران قبل از مدرن نداشتیم یک همچین پدیده ای رو، باید یک این نکته بعدیه که تفاوت بین سنتگرایی با بنیادگرایی چیه. حالا شما میبینید مشخصه اول این بنیادگرایان اینه که از یک سنت گذشته دفاع میکنن و براش مبارزه میکنن برای بازگردوندنش. بله سنتگرایی همیشه داشتیم، منتها با بنیادگرایی افراطی یه دینی فرق میکنه. بنیادگرایی حرکتی آگاهانه
یک برداشت و جهانبینی دینی معطوف به حرکت و قیام و بایستی که با مبارزه و آگاهانه اون گذشته رو برگردیم. نکته دیگه باز به این برخواهیم گشت در طول صحبتمون درباره مشخصات. نکته دیگری که قبل از اون مشخصات عرض بکنم، بنیادگرایی پدیده ایه که در بطن خودش تناقضهای زیادی داره. یعنی شما ممکنه وقتی من این مشخصات رو بگم بعضی چیزا در ذهنتون بیاد که خب پس اینا که خودشون اینجوری خواهند کرد یا انجام میدن، پس این چطوریه؟ بله، اینا یک پدیده بسیار پرتناقضی در بطن خودشون هستن. مثلا علی‌رغم این که بسیاری از عناصر اصلی و فرعی دوران مدرن رو مخالفت میکنن باهاش، ولی خودشون از شیوه ها و لوازم دوران مدرن، مخصوصا از تکنولوژی، سلاح ها، وسایل ارتباط جمعی، توییت، اینترنت و غیره استفاده میکنن. یا حتی همینطور که عرض کردم در آمریکا بنیادگرایی پروتستان و محافظه‌کاران، اینها از شیوه های دموکراتیک برای اعمال نفوذ و به دست گرفتن قدرت استفاده میکنن، در حالی که وقتی عرض کردم بنیادگرایی یک عکس العملی به عواقب و پدیده های دوران مدرنه، در رأس اونها مخالفت با دموکراسی، مخالفت با پلورالیزم، مخالفت با تکثرگرایی، مخالفت با مردم سالاری، مخالفت با علم، مخالفت با عقلگرایی. ولی شما میبینید که اینها وقتی که لازم بشه خودشون از این شیوه ها و لوازم مدرن استفاده میکنن. مثلا در جوامعی که دموکراتیک هستن و دموکراسی جا افتاده است، اونا اتفاقا از همون شیوه و کانال دموکراسی راه خودشون رو پیدا میکنن، نه اینکه راه اسلحه دست بگیرن و یا انقلاب بکنن. حالا بریم سر اون اصول مشترک. ببخشید، این اصول مشترک قابل رویت در همه این نمونه های بنیادگرایی دین های مختلف هست. چند تاش که من اینجا میشمرم از نظر طرز اعتقادی و جهانبینی ایدئولوژی که اینها مشترکن دارن با هم، و چند تا مشخصه مشترکشون از نظر سازماندهی و عملکرد و وجه کارگردی اونها و رفتاری اونها در جامعه هست. اول، مشخصاتی که از نظر اعتقادی و جهانبینی ایدئولوژی که اونها مطرحه عرض بکنم، اولین پدیده اینه که همه این نمونه ها در دین های مختلف از یک سنت گذشته که اینها معتقدند دست نخورده بوده، ایدئال بوده، آرمانی و الان فکر میکنن که از دست رفته، دچار تحریف شده، دچار انحراف شده و یا کاملا از بین رفته و از بیرون و درون مورد تهاجم قرار گرفته، اینا سعی میکنن از اون سنت هم دفاع میکنن و هم اینکه برای برگردوندن و بازگشت به اون سنت آرمانی و ایدئال، همینطور که قبلا عرض کردم، به طور مبارزه طلبانه، مبارزه جویانه وارد عمل میشن و معطوف به حرکت. شما سنت گرایان رو میبینید که بله، دوست دارن اون سنت رو نگه دارن، سعی میکنن توصیه بکنن، کتاب بنویسن، کنفرانس بذارن یا هرچی، ولی براش جنگ و جدال به پا نمی کنن و از این شیوه هایی که اینها استفاده می کنن استفاده نمی کنن. منظورم چیه از این که میگن این سنت از دست رفته از بیرون و از درون مورد تهاجم واقع شده؟ ببینید، همینطور که عرض کردم، این پدیده ایه که در عکس العمل به بعضی از لوازمات و
طبعات دوران مدرن اتفاق افتاده. مثلا از سکولاریسم اولا اینها به شدت اون رو دشمن اون سنت ایدئال و دست نخورده اولیه سنت دینی خودشون میدونن و معتقدن که با درآمدن سکولاریسم و مدرنیته این مسلمان ها یا مسیحی ها فکر میکنن پروتستان های مسیحی و این که فقط دیگه بگم مسیحی ها بدونید که منظور پروتستان های مسیحی است، نه اینکه کاتولیک ها نداشتن ولی به این شدت و سازماندهی پروتستان ها نیستن، اون یه مورد دیگه است. بنابراین این مسیحی ها فکر میکنن که مسیحیان دهه 1910 وقتی که این اصول بنیادگرایی پروتستان رو نوشتن از این جهت احساس تهدید و خطر کرده بودند. ببینید اینا احساس خطر میکنن و میگفتند که اولا با درآمدن موج مهاجرت های کاتولیک ها از اروپا و یهودیان در اوائل قرن بیستم، اواخر 19 اوائل قرن بیستم به آمریکا، اون اعتقادات یک دستی که پروتستان های آمریکایی داشتن از بین رفته و بعد هم به سرعت عواقب مدرنیته، ببخشید من کلمات زیادی یادم نمیاد همش فقط از کلمه عواقب استفاده میکنم، آثار تبعات مدرنیته، یکیش علم بود، علم محوری بود و این مسیحی‌ها به شدت از این علم محوری می‌هراسیدند و معتقد بودند مخصوصا اینکه علم محوری خلاف تئوری آفرینش و صفر پیدایشی بود که در انجیل آمده و در تورات و انجیل، و اونها فکر می‌کنند که این همونطور به صورت دربسته‌ای که آمده همون درست. و اتفاقا اینا زمانیه که تئوری تکامل و داروینیسم داره شکل میگیره، داره پاپولارایز میشه، داره طرفداری عمومی پیدا میکنه، در بین مردم میره و حتی وارد دانشگاه ها و جرگه های علم و مخصوصا علوم انسانی میشه و علوم انسانی اصلا داره شکل میگیره و این همش یه ساینس، در حالی که قبلا یک همچین چیزایی وجود نداشته که انسان به این نحو و علمی و مخصوصا تکامل اجتماعی مورد بحث و بررسی واقع بشه. یکی دیگه از این تبعات علم محوری نقد ادبی انجیل بود و این پروتستان های مسیحی به شدت از این هراسیدند که بنابراین یعنی چه که این کتاب رو کی نوشته، این انجیل متا رو کی نوشته، اون انجیل یوحنا رو کی نوشته، چه سالی بوده، کدومش اینجوریه، این بوده، این نبوده، و به شدت از این نقد ادبی انجیل اینها هراسان بودند. بنابراین از بیرون احساس تهدید و خطر می کردن که مدرنیته آمده و بعد این کاتولیک ها آمدن و تو دوران مدرن ما باید پلورالیست باشیم، باید همه رو بپذیریم، نمیشه اینجوری، نمیشه خلاصه. بعد مسلمان ها هم که خب مسلمان ها و مثلا هندوها، اینها تهدیدی که از بیرون حس کردن برای اون سنت دست نخورده ای دینی ایدئال خودشون که هویتشون شدیداً به اون وابسته است و یکی میدونن هویت خودشون رو با اون، استعمار و غربگرایی بوده و سلطه خارجی. بنابراین خودی مسلمون و نامسلمون هم در درونه
مسیحی ها هم خودشون میگن بعضی ها خیلی خوب مسیحی هن، بعضی ها کم مسیحی هن، بعضی ها این وسط هن، لوکورم کریستین یا لوکورم مسلمز داریم یا مسلمان ناکافی، مسلمان کافی. یهودی ها هم همینجور. اینجا جالبه که مثلا یهودیت، حالا برم مثالی رو از یهودیت بزنم برای شما، اینه که یهودی ها که در اروپا زندگی می کردن تا زمان دوران مدرن در واقع در اون گتوها و یه مجزا از جامعه مدرن که به سرعت داشت این مدرنیته و روشنگری و عقلگرایی و علم و علمگرایی و اینها در اروپا داشت رشد می گرفت، اینها خودشون رو جدا کرده بودن و در اون گتوها زندگی می کردن. یک وقتی متوجه شدن که اکثریت این جوانها دارن مسیحی میشن و من الان اینجا رقمشو ندارم، ولی بود که یک وقتی اینها نگاه کردن دیدن که بیش از نصف جمعیت یهودی جوان برلین اینها به مسیحیت گرویدن. چرا؟ چون در دوران مدرن مسئله سیتیزنشیپ و ایکوال شهروندی مطرح شده بود و باید اینا همه از یک حقوق یکسان بهره‌مند بودن. این یهودی ها می دیدن تا وقتی که خودشونو در این گتوها، در این محله ها زندانی کردن و قاطی نمی شن با اونها و دیگه اون دوران هم گذشته که اونها بخوان اینا رو تحریم کنن و بهشون کار ندن و اینها، الان به نیروی کار اینا احتیاج هست. اینه که این جوان ها می آمدن مسیحی می شدن که بتونن از این امکانات استفاده کنن و این یه دایلمایی، یک حالت سر دوراهی برای این رهبران یهود به وجود آورده بود که بایستی ما چه کار بکنیم. بنابراین اونها مثلا یک، حالا دیگه به اینکه چیکار کردن و اینا من اینجا نمیتونم وارد بشم، ولی نکته ای که میخوام عرض بکنم یک عبارتی هست که در بعد از جنگ جهانی اول، البته قبل از اون کسی گفته بود، ولی بعد از جنگ جهانی اول یکی از این رهبران یهودی اصطلاحی که به کار میبرد، حالا اینجا وارد تهدید از درون میشه دیگه، تهدید بیرون مدرنیته بود، سکولاریسم بود، استعمار بود، اینا تهدید از درون چیه؟ تهدید از درون همین مؤمنینی هستن که به اندازه کافی مثلا یهودی نیستن، به اندازه کافی مسلمان نیستن، به اندازه کافی مسیحی نیستن. از دید اینها، یکی از این یهودیان عبارت بسیار زیبایی داره و میگه که کسی که بخواد با متشرع باشه و آیین یهود رو اجرا بکنه، در واقع احساس میشه که یک یهودیه که زندگی تبعیدی در میان یهودیان داره. To live in exile among the Jews. یعنی اینقدر تو غریبی، اینقدر این جامعه یهودی تو فرق کرده، اینقدر سکولار شدن، اینقدر مدرن شدن که از دید اون آدم بسیار متشرع، اگه کسی بخواد متشرعانه زندگی کنه، مثل اینه که در یک تبعیدیست در میان همدینان خودش. اتفاقا اوائل در همون حدود زمانی هست که ما رشید رضا رو داریم. رشید رضا در عالم اسلام به مؤسس سلفیگری و معروفه و با اینکه هم نشین و شاگرد محمد عبدو بود، ولی کن راه اروپی نگرفت و جریان عقل گرایی مدرنیسم و احیای اسلامی رو پیگیری نکرد، بلکه احیای اسلام رو با سلفیگری ادامه داد. متاسفانه این آقای رشید رضا هم گلایه‌ای که داشت همین بود که
اینها همه شدن مسلمون الجغرافیون، اینا همه مسلمونایی هستند که فقط چون تو کشورهای مسلمونی به نام مسلمان و اسلام زندگی میکنن مسلمونن، وگرنه مسلمان واقعی نیستن. مسلمان واقعی اونه که مثل اون سنت صدر اسلام و اینها خلاصه زندگی کنه، که البته بعد از رشید رضا این سلفیگری ادامه پیدا کرد تا امروز که ما نمونه هاش رو میبینیم. هندوها هم همینطور، هندوها هم معتقدن که قبل از درآمدن مسلمان ها و سلطه مسلمان ها در هند، اونها دارای یک آیین، یک دست سنت ودایی سانسکریت بودن که با درآمدن غیر هندو مسلمان ها و بعد هم که استعمار انگلیس و خلاصه میسیونرهای مسیحی هم که آمدن و اینا رو مرتب از هندو یا مسلمون شدن یا مسیحی شدن، بنابراین اونا هم احساس خطر رو اینجوری فکر میکنن. اصل فرعی که از این نکته میشه برگرفت اینه که اینها جامعه رو به خودی و غیر خودی تقسیم میکنن. اینه که یه یهودی در اگزا، در تبعید در میان یهودیان، یا یک مسلمان دیگری هم همون اوائل گفته بود که وقتی که این مدرنیزم وارد کشورهای مسلمانی شده بود و سکولاریزم و اینها، میگفت گویی این که ما در یک وادی زندگی میکنیم و زندگی در یک وادی دیگری در جریانه، اینقدر از هم دیگه ما مثلا فاصله داریم. بنابراین جامعه رو به خودی و غیر خودی تقسیم میکردن. کی مسلمان واقعیه؟ ببینید ما این عبارت ها خیلی به گوشمون آشناست. ما تمام اینها رو، حالا شاید بعضی از دوستان سنشون، تجربهشون به زمان قبل از انقلاب یا سالهای بعد از انقلاب تا همین دهه 70 هم نمیرسه، 1370، که در جامعه ایران هنوز همین مسئله بود که مسلمان واقعی هستی، مؤمن واقعی هستی یا نه. بگذاریم، من اگر بخوام هر کدوم از اینا رو زیاد توضیح بدم دیگه وقتی برامون باقی نمیمون. نکته دوم از این خصائل مشترک اینها اینه که این بنیادگرایان یک جهانبینی سیاه و سفید دارن. واقعیت رو به دو قسم شر و خیر، خوب و بد، نور و ظلمت، درست و غلط تقسیم میکنن. یک همچین دیدگاهی دارن. برای همین شما مثلا، مثالش دیگه وارد نمیشم به چیزا، مثالهای دیگه، همین جامعه رو خودی و غیر خودی کردن. بنابراین یا یه چیزی درسته یا غلطه. شما همین الان هم ببینید در خود جامعه ما همچنان خیلی از صداها اکوی همین حرف رو داره که خلاصه نور و ظلمته، درست و غلطه. نکته سوم و نکته مشترک برخوردی است که این بنیادگرایان با متن مقدس دینی دارن. با متون مقدس دینی چطوری برخورد میکنن؟ اولا متن مقدس که سرچشمه الهی داره، در تمام جزئیاتش درست و مطلق و مبرا و بدون هیچ خطاییه. این اصل همینطور که قبلا توضیح دادم مخصوصا در بنیادگرای پروتستان و ارننسی آف دی بایبل، بی خطا ناپذیری و بی خطایی انجیل براشون یکی از اون نکات دوگ و جزمیست که بر همین هم گفتم اینا نمیتونن نقد ادبی از تاریخ نوشته شدن این انجیل و تورات رو بپذیرن. این حضرات بنیادگرا شدیداً ضد تفسیر و ضد هرمنیوتیک هستند. هیچ سر و کاری ندارن و دوست ندارن. خوانششون تحت و لفظی و ظاهری از متون دینی هست و بنابراین تفاسیر رو همه رو یا
انحراف هایی میبینن که در اتفاق افتاده یا اصلا نباید وارد شد و بنابراین ضد هرمنیوتیک هستن، ضد تفسیر هستن و خانششون تحت و لفظیه و خانششون برخوردشون گزینشیه. اونها متن مقدس رو به تمامیتش و با جزئیاتش مقدس و کلام خدا میدونن، ولیکن برخورد خودشون با این متن گزینشی، هر جمله‌ای، هر عبارتی، هر چیزی که به نفع ایدئولوژیشون باشه و بتونن باهاش کارشون رو جلو ببرن اون رو برجسته میکنن و اون رو تبلیغ میکنن. مثلا شما همین که برید اونها رو بگردید پیدا کنید، هر جا پیدا کردید این کفار رو بکشید، خب اینها حتی به شأن نزول هم کاری ندارن. حتی سنت گرایان در تمام تفاسیر اینها یه شأن نزولی برای بعضی از آیات قائل بودن و در سنت تفسیری وجود داره، اینا به اینا کار ندارن. قرآن گفته هر جا پیداشون کردیم بکشینشون و نذارین که باشن. بنابراین یک برخورد تحت و لفظی، ظاهری و جذب اندیشی و گزینشی دارن. از تناقضاتشون که عرض کردم یکیش همینه. اونها مثلا میگن ضد تفسیر، ضد هرمنیوتیکس، ولی خودشون اونطور که بخوان هم گزینش میکنن و همون گزینش رو تفسیر میکنن. حالا ولو اینکه اون تفسیر تحت و لفظی باشه، ولی در هر حال یک تفسیر دیگه. مثلا اون کفار و رو بگیرید و بکشید، اونا چه کسانی بودن اون موقع؟ اونا به این کار ندارن. اونا الان هر کسی که غیر مسلمان باشه، اگر با منافعشون، با ایدئولوژیشون هم، یا اگر حتی مسلمانی باشه که جزء اون مسلمانان کمینه یا لس مسلم هستن، با اونا هم ممکنه همین برخورد رو بکنن. هر کی که خطری باشه برای اون سنت از دست رفته که اینا میخوان تأسیسش بکنن دوباره، باید از بین بره. بنابراین نفی وجود تفسیرها، برداشتها از متن رو دارن که این خودش منجر میشه به نفی وجود گسترش و رشد تاریخی سنت، نفی لف و نشر تاریخی در سنت مخصوصا در متون مقدس و اینها چیز اصلا سر و کاری با این مسئله ندارن. خیلی وقتها هم اگر اون وقتی عرض میکنم گزینشی، اگر اون چیزی که به دردشون میخوره رو در مثلا متن مقدس به اون صراحت نتونن پیدا کنن، به یک متون درجه دومی مراجعه میکنن. مثلا هندوها چون دسترسی به وداها ندارن و وداها نیست، اونا میرن مثلا از اون اساطیر دیگری استفاده میکنن که گلوری و شکوه و عظمت اون گذشتهشون نشون میده. یا مثلا مسلمانهای تندرو و افراطی به حدیث بیشتر میپردازن تا به خود قرآن، برای اینکه حدیث کارشون رو جلو میبره و اینطوره و عقلم نمیخواد نقله. نکته بعدی یا مشخصه چهارم اینها اینه که اینا ضد عقل ورزی و ضد عقلانیت هستند. تفسیرها، برداشتهای از متن، یعنی به رسمیت شناختن عقل ورزی، به رسمیت شناختن به کارگیری تفکر درباره این متونی که خدا داده، ولی اونها با عقل ورزی مخالفن. مسیحی ها که عرض کردم، چون عقل ورزی به علم هم منجر میشه، مسلمون ها با علم به طور مشخص مثل پروتستان ها مسئله نداشتن، ولیکن با فلسفه و کلام سرکاری ندارن. اونها میگوشیم که افراطی و جزمندیش هستن، بیشتر به نص فقه، اونم تازه میگم فقط ظواهر فقه، و به نص بعضی از احادیث و روایات میپردازن. شما الان با یک اهل تسننی که صحبت میکنید، اینقدر که حدیث بلده قرآن و بلد نیست. من خودم دیدم کسایی رو که
بچه هاشون رو اینقدر هم افتخار میکنن که این چند سالشه میتونه قرآن رو بخونه. یه شب خونه یکی از اینا بودم، بعد به این بچه نمیدونم 14 ساله گفتم خب حالا اینا که خوندی معنیش چیه؟ گفت نمیدونی معنیشو. گفتم خب چرا معنیشو نمیخونی؟ گفت نه یادمون ندادن، همین فقط باید اینو بخونن و از حفظ بشن، ولی احادیث رو بلدم، که اونم احادیث گزینش. ولی این از تناقضات این حضرات بنیادگرا اینه که خودشون استفاده ابزاری از عقل دارن، عقل نقاد رو اینها نمیپذیرن، عقلی که علم تولید بکنه و خلاقیت عقلانی درش باشه نمیپذیرن، ولی استفاده ابزاری از عقل رو خوب بلدن و بنابراین میدونن که کجا این اینسترومنتالیزم رو به کار ببرن و چه کارها انجام بدن. در واقع به قول معروف اینا یه مش آدم های بی سواد یا مثلا غیر فهیمی نیستن، سمارتن، اینا میدونن دارن چه کار میکنن. کما اینکه بعضی از رهبرانشون شما میبینید مثلا اسامه بن لادن، ایمن الظواهری، اینا آدم های تحصیل کرده ای بودن. ایمن الظواهری پزشکی و اون آقا مهندسی خونده، یا حتی دیگرانشون که حالا به این معروفیت نشدن در کشورهای مختلف یا دکترن یا مهندسن، مخصوصا امان از دست ببخشید بعضی از این دوستان مهندسن، ولی الامان از زمانی که این مهندسین وارد دین شدن و خواستن دین رو پیاده کنن. خلاصه بنابراین نکته پنجم، اینها چون عقل ورزی را هم ندارن ضد تاریخن. نفی تاریخ رو در تفسیر و برخوردشون با متن دیدید، ولی کن اونها کلن معتقدن که تاریخ غیر از اون صدر اسلام یا اون جامعه ایدئال پروتستانی که اینا تازه اومده بودن در آمریکا ایجاد کرده بودن، یا برای یهودیا اون زمانی که داوود و سلیمان پادشاهی می‌کردن و معبد وجود داشت و اینها و سرزمین موعود مال اینها بود و زیر دست اینها بود، هر چی بعد از اون بوده اینا معتقدن که بدعت گذاری و گمراهی و خلاصه به راه زلالت برده و هم دین روشون رو از بین برده. بنابراین عقل و تاریخ و اینا خلاصه تعهد آری، تخصص هرگز. تعهد و تخصص میچربه. خلاصه نکته ششم یا مشخصه ششم این هست که همگی این بنیادگرایان دینی به نوعی تئوری آخر زمانی دارن. مثلا برخوردشون با تاریخ جالبه. گذشته روشن بوده، خیلی خوب بوده، الان در حال حاضر همه چی به هم ریخته، سردرگم، ابری به قول معروف و نامعلومه، ولی آینده دوباره روشن خواهد بود، آینده اطمینان بخشه. اونها همشون به نوعی تئوری آخر زمانی دارن، وعده در آمدن یه آینده روشن رو میدن که بدون ابهام و سردرگمی که مثل زمان حاله خواهد بود و همه چیز در اون جامعه آرمانی در آینده در آخر زمان چون طبق قوانین و آموزه های دینی و روابط اجتماعی اینطوری تنظیم میشه و نهادها و افرادها همه سر جای خودشون قرار دارن، مثل الان به هم ریخته نیست، زن و مرد دیگه برابر نیستن، هر کسی نقش خودشو داره و مرد سالاری البته غالبه و سایر ادیان و اقلیت‌ها با اینا نباید و یکی نیستن، برابر نیستن، قوانین شهر باید اجرا بشه، مخصوصا در مورد یهودیت و اسلام که هر دو دین شریعت مداری هستند و شریعت دارن.
اینها مثلا شما میبینید که پایان تاریخ رو به طور اطمینان بخش و قطعی الیقین اینها توصیف میکنن. اونا یک پایان معجزه‌وار و مقدسی رو برای اون زمان آخرت میدونن و اون وقتیه که اون فرد موعودشون، چه برای یهودیان اون مسیح موعودشون باشه، چه برای مسلمان ها که اهل تسنن به اندازه اهل تشیع میدونید که یک مهدویتی به اون معنا ندارن، ولی اعتقاد هست که یک رهبری خواهد آمد و اون همزمان با ظهور دوم حضرت مسیح خواهد بود. و خلاصش تشیع رو هم که خودمون بهتر میدونیم که امام زمان، امام غایبی در خواهد آمد، رنج و شر و گمراهی و فساد پایان پیدا میکنه، مؤمنین پیروزیشون قطعیه و غیر مؤمنین اونها محو و نابود میشن. و البته اصل این عرض کردم در ادیان ابراهیمی واضح‌تر و دارای سابقه کلامی و اعتقادیه و چیزی نیست که فقط این بنیادگرایانشون ایجاد کرده باشن. این اصلیه که خب هم یهودی ها معتقد بودن، هم مسلمان ها معتقدن، هم خود مسیحی ها. در مسیحیت ملنیالیزم داریم و به عنوان ملنیالیزم یا هزارگرایی معروف هست و این بنیادگرانشون واقعا از یک کتابی به نام The Book of Prophets استفاده می کنن که مثلا توصیف اون آخر زمان این هستش که دو نفر مثلا دارن در یک مزرعه مشغول کار هستن و یک دفعه همه چیز در هم میپیچه و اتفاقی میفته و حضرت عیسی میاد و یک نفر از اینا رو با خودش میبره به آسمان، ولی اون نفر دیگه که رو زمین میمونه در واقع دچار اون کاتاستروفی و اون فجایع طبیعی میشه و زمین و اونها در هم میپیچن. اون که با آسمان میره اون مسیحی واقعی و مؤمن بوده و اون یکی که نبوده اون به اندازه کافی مسیحی نبوده، کم مسیحی بوده. خلاصه بازگشت به یک آخر زمان، حکومت عدل و اینها دیگه به خودتون میتونید بهتر بفهمید. پس بنابراین اینا 6 تا مشخصه اعتقادی جهان بینی بود. یکی این که دفاع از یک سنت دست نخورده‌ای که اینا فکر میکنن همونطور بوده و همونجور باید نگاه کنم. مسلمون ها عرض بکنم، حالا اینم روشن نکردم چون تو ذهن خودم شاید روشن بود، ولی فکر کنم دوستان همه میتونن این رو مثالیابی بکنن. برای اهل تسنن اون زمان خلفای راشدین حد اکثر و صحابه و خیلی که دیگه پایین بیان تا تابعونه، ولی کن اون در 14 سال اول اسلام. برای عهد تشیع خب هم زمان پیغمبر ما میگیم به و حکومت حضرت علی، ما این وسط حکومت عمر و ابوبکر و اینها رو جا میگذاریم و اینطوری. ولی خب شیعیان غیر از در واقع حکومت حضرت علی یک مورد مشخصی رو ندارن که بهش ارجاع بدن و خب اونم زمان خیلی بلندی هم نیست، ولی اونا به تاریخش و چه گذشت و چی شد و اینها دیگه کاری نیست، فقط با عدل علی کار هست. و متاسفانه خیلی از کارهایی که حضرت علی کردن و مشخصات اون دوره رو حتی ما شیعیان نمیبینیم. حضرت علی مگر با اون خلفا زندگی نکردن؟ مگر با اون خلفا بیعت نکردن؟ حالا شما میفرمایید به خاطر مصلحت بود، به خاطر هرچی، مگر ایشون دفاع از حق مظلوم نکرد؟ مگه خودتون اون روایتی که میگید که ایشون گفت که من خلخال از پای یک زن یهودی در یکی از سرحدات باز شده، من چنان و چنان شدم، چنان و چنان میکنم، اینا رو خب پس کو
ولی کن دیگه حالا به اسم حکومت حضرت علی یا به اسم حکومت حضرت محمد اون مسیحی ها میبینید چه کار میکنن. مثلا ابوبکر بغدادی یا داعش یا طالبان، اینها مگه چه آرمانی، حکومت آرمانی داشتن؟ اونها حکومت آرمانیشون اون تفسیری است که از اون زمان پیامبر داشتن. بنابراین حتی با دیولپمنت، با گسترش، با تحول فقه هم اینها موافق نیستن و فقط همون نص و نصوص رو میگیرن. بنابراین حتی به اینم کار ندارن که مثلا در مذهب تسنن خب 4 تا 3 تا مذهب فقهی وجود داره. خب این پس یکی دفاع از اون سنت جهانبینی سیاه و سفید، برخورد تحت و لفظی ظاهری و غیر تفسیری و گزینشی با متن مقدس، نفی تفسیر هاست، ضد عقلانیت و عقل ورزی و علم و اینها هستند، ضد تاریخن، تاریخی گری رو اصلا قبول ندارن و هیچ اصلا وجود تحولات تاریخ در سنت خودشون هم معتقد نیستن، همگی هم تئوری آخر زمانی دارن. این 6 مشخصه در واقع ایدئولوژیک و اعتقادیشون. و اما چند تا مشخصه کوتاه‌تر هست در میان بنیادگرایان که از نظر طرز عمل و سازماندهی و رفتار اونهاست. یکی از نظر سازمانی و سازماندهی اعضا و رهبری باید عرض کنم خدمتتون، این اولین مشخصه است که اینا نوعاً اقتدارگرا، مردسالار و ضد مشارکت و نقش مردم هستن. مردم اصلا کاری نیست، اینو نمیدونن، ما باید هدایتشون بکنیم، ما باید هدایت بکنیم اونها رو. اولین که این نهضت های بنیادگرا عمدتاً و به طور نوعی حول محور 1 یا چند تا شخصیت کاریزماتیک و پرنفوذ شکل میگیرن و سایرین صرفاً پیروان اونها هستند. رهبر از نظر پیروان به نوعی اگر مستقیماً نگن که برگزیده خداوند هست، قطعاً معتقدن و بیان میکنن که اون نظر کرده و مؤید به تأییدات الهیه و کفایت‌های فوق طبیعی داره و حتی دسترسی به خدا و قدیسین اون دین رو داره، تعلیمات و بینش‌های خاصی درباره متون مقدس داره که اون فقط میتونه و حق داره که استفاده کنه و تفسیر کنه و بگه که باید اینا رو انجام بدیم. خلاصه الگوی اعتقادی و رفتاری پیروان همین رهبر کاریزماتیکه که حرفم نداره و خلاصه هیچی. حالا این یکی دیگه از تناقضاتی که عرض کنم خدمت شما همینه که بنیادگرایان با اینکه در اصل ضد اتوریته هستن و علیه اقتدار رهبران سنتی دینی و نفوذ و اقتدار نواندیشان دینی قیام میکنن و با اونا به مبارزه برمیخیزن، اما خودشون یه اقتدارگر توتالیتر استبدادی و مرد سالارانه ای رو بنیاد میگذارن و بنابراین این از تناقضاتشونه، شاید هم از آفتهای قدرت. حالا اگر فرصت بود اونم عرض میکنیم که اینا اگر به قدرت برسن سرانجامشون چه خواهد شد. بنابراین اینها ضد اتوریته رهبران سنتی دینی هستن، میگن اینا اشتباه کردن، اینا خیلی ساکت بودن، اینا به اندازه کافی دفاع نکردن، حتی اینا خودشون بدعت‌ها رو گذاشتن، خودشون تفسیر دادن، خودشون فقه ایجاد کردن و چی اونطوری که باید نه انجام نشده، اونطوری که ما میگیم و شسته رفته و نصب بوده انجام نشده. شما مثالش رهبران القاعده، طالبان، داعش در مسیحیت، مرحوم
جری فارول که رئیس بزرگترین مؤسسه مسیحیان دست راستی و اینها در دهه 80 بود، مورال مجاریتی، نهضت مورال مجاریتی رو بنیان گذاشت و همین چند سال پیش، فکر میکنم همین قبل از اینکه یا همون سالی که آقای اوباما به ریاست جمهوری رسید، این آقا فوت شد. یهودیان هارادیم، اونها خاخام‌های اولترا ارتودکسشون رهبرانشون هستن و اونهایشون که دست به کشتار زدن و مسلمان‌ها رو کشتن، یکیشون باروخ گلدستاینه و که خودش اولترا ارتودکس بود و از این خاخام‌ها درس میگرفت و بنابراین این افراد پیروان این رهبران نه تنها فقط این رهبران رو مؤید میدونن، بلکه خودشون رو هم به نوعی فکر میکنند که زندگیشون انتخاب شده، برگزیده شدن، they have been chosen و انتخاب شدن و مأموریت زندگی خودشون اینه که از اون سنت دفاع بکنن و اون سنت اولیه رو دوباره برگردونه. این یک مورد از نظر سازماندهی و رهبری و عذاب. همونطور که در اصول اعتقادشون گفتیم، یک جهانبینی سیاه و سفید و دوگانه ای دارن و این جهانبینی سیاه و سفید و دوگانه در واقع در تبیین مرزهای اجتماعی هم به چشم میخوره. مردم یا در این گروه ها هستن، در گروه های بنیادگرا، یا نیستن. به طور روشن و غیر مبهمی، شما یا با ما هستید یا نیستید. آقای احمدی نژاد میگفت چی؟ میگفت یا با منی یا با گرگه. منم ببخشید دیر وقت قهوه خوردم، یه وقتایی یه چیزایی یادم میاد. خلاصه میگفت که شما یا با ما هستید یا نیستید. به عبارت دیگه این جهانبینی سیاه و سفید و دوگانه، حالا من اینجا منظورم نبود که بگم آقای احمدی نژاد مشخصا بنیادگراست، حالا من اونو نمیدونم، اون یه مقوله دیگه است، ولی این جمله که یا با ما هستید یا نیستید، این رو البته جورج دبلیو بوش هم گفت بعد از وقایع 11 سپتامبر. ایشون علنا گفت در اون سخنرانی یونین سپیچش که خلاصه شماها یا با ما هستید یا نیستید، حواستون باشه. بنابراین اینها اقتدارگرایان و این مرزبندی ها مشخصه. به عبارت دیگه این مرزبندی یه دیگری، یه غیر خودی رو تعریف میکنه که در این دیگری یا غیر خودی با محوریت قرار دادن اعتقادات خودشون به عنوان حقیقت راستین تعیین میکنه که کی خودیه، کی غیر خودیه، کی دیگریه، the other or us. به قول معروف هر کسی که غیر از طرز اعتقاد اونا اعتقاد داشته باشه و یا غیر از مدل اونها زندگی بکنه، به قول معروف دورش خط کشیده میشه و شدیداً مراقبند که در بین اعضاشون نفوذ پیدا نکنه، برای اینکه اگر وارد بشه و نفوذی بشه، این اعضا رو فکرشون رو شستشو میده، تأثیر میذاره روی اونها و از دایره اعضای اونها عضوگیری میکنه، ربایش میکنه، میبره به جامعه بزرگتر. در واقع حالا این مطالعات جامعه شناسی که انجام شده، همین آقای اسکات ابلبی و دیگران در مقالات دیگری حالا غیر از اون، یه انکلیو، یه جزیره، یه جرگه‌ای که دورش حصار کشیده شده، در واقع اینا برای خودشون قائلن. درسته که تو بطن جامعه زندگی میکنن، مثل همه سر کار میرن میان، ولیکن در ذهنشون و در اعمالشون خودشون رو مجزا میدونن از بقیه.
و دائم در این تشخیص به سر میبرن که کی خودیه کی غیر خودیه، و با حرکات خودشون هم سعی میکنن که نشون بدن که مثلا من این مثل شما نیستم. و این جالبه که شما ببینید در این حالی که اینها خودشون رو جدا و مجزا کردن، سعی میکنن از اون جامعه بزرگتر یک افراد حالا خیلی استوار اعتقادی نیست اینا رو بکشن سمت خودشون، و به همون عبارت هم میترسن که اون جامعه بزرگتر اعضای حلقه اینا رو ربایش بکنه و ببره. و این از نظر کار جامعه شناسی و روانشناسی اجتماعی خیلی پدیده جالب و پیچیده میشه. برای همین اینا به شدت حد و مرز میذارن، به شدت در این خط و مرز گذاشتن ها رفتارهای شایسته و بایسته رو تعریف میکنن، رفتارهای ناشایسته و نابایسته رو تعیین و تعریف میکنن. این اصل هم همینطور که عرض کردم هم برای کمک به اعضای خودشونه که یکدیگر رو بشناسن و در واقع تمرین کنن و تقویت بکنن، و هم ترویج و تبلیغ نوعی از زندگی اجتماعی که به نظر خودشون هدفمند و معنی داره و به نوعی شبیه یا مشابهت و تشابه با جامعه صالح داره، خودشون رو جزو اون جامعه صالحه میدونن. مثلا در نوع لباس پوشیدنشون، آرایش سر و صورت آقایون، خانوم ها که قطعا در اسلام که باید حجاب داشته باشن، اخیراً هم که پوشیه و نقاب بهش اضافه شده، یهودی ها هم همینطور اون لباس ها و اون موها و اون سر و صورت ها رو هم مرداشون دارن هم خانوم هاشون. در یهودیت خانومی که ازدواج میکنه باید حتما اون موهاش پوشیده باشه. نوع دیگه‌ای که این حد و مرزا رو تعیین میکنه طرز گفتار و انتخاب کلمات ها و عبارت هاست. خواهر، برادر، نمیگم که هر کسی گفت خواهر یا برادر بنیادگراست، ولی یادمون نمیره که اوائل اینقدر این خط و مرز های ایدئولوژی شدید شده بود که دیگه شما نمیتونستید واقعا تو جامعه به همکارتون، به معلمتون، به استادتون بگید آقا، بگید خانم، بگید چی بگید. خلاصه طرز رفتار بین جنسای مخالف و زن مرد رو اینا تعیین میکنن. نمازها، عبادتها ریچوالیستیک میشن، به شدت آداب عبادی و جمعی رو، حتی طرز خوردنشون، نوشیدنشون، تشکیل خانوادهشون، تعداد فرزنداشون، تربیت بچه ها، مدرسه ها و نظام های آموزشی خاص خودشون رو تأسیس میکنن، و حتی در نوع و طرز سرگرمی و تفریح و سفر و بازی و تفرجگاه هاشون هم سعی میکنن که با دیگران متفاوت باشن، یا همه جا نمیرن، همه کار نمیکنن، اگر هم که دستشون برسه برای خودشون ایجاد میکنن اینها رو. حالا من اگر بخوام وارد این مثال ها بشم یه خورده بیشتر میشه، ولی من دیگه همینجا میذارم، خودتون بهتر میدونید. آخرین نکته ای که باید عرض بکنم دو تا است. یکیش کلیه که برخورد با زنانه که از هر من شمسه. همه این بنیادگرایان یک نقش سنتی 100% جزمی رو برای زن قائلن که همون چیزی بوده که دین ها در ابتدا گفتن که زن یک چارچوبه وظایفی در خانه داره، و بنابراین نقش اجتماعی و برابری و اینا همه از چیزهایی است که اون جامعه اصیل سنت رو از بین برده. من دیگه وارد این بحث نمیشم. نکته آخر به کار گرفتن خشونت و ارعابه. اینا از چه راهی استفاده میکنن برای اینکه
خودشون رو نشون بدن، غیر از این کارها و حرکتها و جدا کردنها و لباس پوشیدنها و اینجا رفتن و این غذا رو خوردن و نخوردن و اینها هست، این مدرسه رفتن نرفتن، اعمال خشونت و ارعاب فیزیکی میکنن. و علتش هم اینه که معتقدن وقتی که رعب در میان مردم بندازن و مردم رو بترسونن، هم خودشون احساس قدرت میکنن، هم قدرتشون رو به رخ مردم میکشن. مثلا شما وقتی که داعش شروع کرده بود، من به خوبی یادمه که یک افسر اردنی رو، اینها همون روزهای اولی بود، اینها اسیر کرده بودن و اون رو در یک قفسی گذاشتن و سوزوندن و فیلمش رو پخش کردن. یک افسر زنده در اون قفس سوخت و اینا این فیلم رو پخش میکردن. یا فیلمایی که این اسیرا و این گروگانا رو میذارن و سرشون رو گوش تا گوش میبریدن. یا همین الان که بفرمایید در پاریس یک هفته است چه خبره، 3 نفر 4 نفر رو همینطوری اینجوری از اون معلم گرفته تا اون افرادی که تو کلیسا بودن. بنابراین اینها یک میخوان که بگن ما قدرت داریم و میتونیم و این کارها رو مرتکب میشن. یا مثلا حتی در مسیحیت، در پروتستان ها حالا دیگه این کار رو انجام نمیدن. من یادم میاد تا دهه 90، 1990 هم من به خوبی یادم اینجا که هر شب اخبارش بود که اینها میرفتن جلوی این کلینیک هایی که سقط جنین انجام میشد و بمب منفجر میکردن یا اونها رو میکشتن، یا دکتری که سقط جنین میکرد رو میکشتن، چون معتقدن که این کار خلافه و گناهه و بنابراین باید اینایی که مرتکب این خطا میشن باید ریشش کنده بشه. درست ببینیم منطق یکیه، حالا مصداقش فرق میکنه. اون کسی که خطا میکنه و اون چیزی که باید باشه نیست، باید از میان برداشته بشه. بعد خوب خیلی مورد، یعنی به قول اینا بکلش داشت و خوب نبود و اونا دیگه اون کار رو نکردن. ولی چون جامعه آمریکا جامعه دموکراتیکیه و نهادهای دموکراتیک هست، راههای دموکراتیک هست، اینا یاد گرفتن که مثلا برای این کار چه کار بکنن. یکیش همین که عرض کردم، سعی کردن که از راه حقوقی وارد سیستم حقوقی آمریکا بشن و تا اونجایی که میشه قاضی هایی سر کار باشن در دادگاه های محلی و غیر محلی که از نظر اجتماعی به قول معروف سوشیال کانزرواتیو هستن، محافظه کارن و دیگه اگرم کار به جاهایی برسه اونا معلومی که طرف چه کسی رو خواهند گرفت. من عرض کردم اسم جری فالوه رو بردم و مورال ماجوریتی. حالا دوستان اگر که دوست دارن سرچ بکنن، اینها یه دانشگاهی تأسیس کردن که این دانشگاه هنوز هم وجود داره. عرض میکنم آقای جری فالوه چند سال پیش مرد. البته این مورال ماجوریتی خودش تغییرات داد و با بعضی از این گروه های محافظه کار مسیحی قاطی به هم پیوستن و از این اسم دیگه استفاده نکردن. یک دانشگاهی درست کردن، این دانشگاه اسمش لیبرتی یونیورسیتی هست، لیبرتی یونیورسیتی. و این دانشگاه لیبرتی یونیورسیتی دقیقاً یک دانشگاهی است که با مشخصاتیه که ما هممون میتونیم بگیم خب این میتونه دانشگاه است. اولا خوابگاه های دخترانه پسرانه جداست، نمیدونم همه از نظر مطالب درسی و اینها خلاصه همه این چیزا هست. ولی مشخصه ای که میخواستم عرض بکنم اینه که اونها هدفشون اینه که قاضیانی، حقوقدانانی تربیت بکنن که میتونن برن در جامعه و این اصول رو ازش دفاع بکنن. چند سال پیش تو دهه 90 خانم کریستین امانپور که همه میشناسید، در CNN 3 تا
داکیومنتری، سه تا فیلم مستند پخش کرد به عنوان God's Warriors، جنگجویان یا جنگندگان خدا، God's Warriors. یکیش درباره همین بنیادگرایان مسیحی بود، یکیش در بنیادگرایان یهودی، یکیش درباره بنیادگرایان مسلمان. از این سه تا اون مسیحیتش از همه بهتره، به دلیل اینکه خب هم در آمریکا بود، دستش باز بود، آزاد بود، با همین جری فالول حتی میره تو اون دادگاه، میره تو اون دانشگاه لیبرتی و آقای فالول خیلی هم با غرور و افتخار اینا حتی یک اتاقی درست کردن که رپلیکا و شبیه همون دادگاه عالی آمریکاست، با چند تا صندلی، همون صندلی ها، همون ستون ها، و اینا حتی تمرین دانشجوهاشون هم اونجوری هست. و حالا اگر دوستان دوست دارن، اون فیلم الان دیگه روی اینترنت موجوده، God's Warriors، و شما حتما اون قسمت مسیحیشو ببینید. در آمریکا خیلی برات شماها که در آمریکا زندگی میکنید معنا بخشه. قسمت یهودیتش هم خوبه، ولی خب به اندازه مسیحیت دستش باز نیست. به قسمت اسلامی که میرسه دیگه هیچ دستش باز نیست و یه فقط یه سری عکس نشون میده و بعدم یک همچین خلاصه از سید قطب و نمیدونم کشتن انور سادات و اینها همچین میره، و بعدم بیشتر میره تو ایران و میره اون زمانی که درست کرده که میتونست بره ایران، و میره زمان عاشوراست توی این هیئت‌ها و تعزیه‌ها و دسته‌های سنتی شیعه، و مثلا اینا رو نشون میده که خب اینا مثلا اینجوری شمشیر میکشن، نمیدونم فلان میکنن اینا. خیلی خلاصه مال اسلامیش اونجوری که باید دقیق باشه و دقیق نشون بده نیست، ولی خب البته عرض بکنم که دیگه توی مسیحیتش خیلی خوبه و من اونو توصیه میکنم به دوستان که اون رو ببینن تا بفهمن در آمریکا چی داره میگذره. و مثلا اونها لابیگریشون، مثلا اونها نمیرن سر ببرن، نمیرن اسید بپاشن، نمیرن بم منفجر کنن، مثل کلیمیا هم نمیرن با پلیسشون درگیر بشن، ولی که همین مسیحیان هاردلاین یا بنیادگرا، اینا بخش عمدهشون هستن که طرفدار اسرائیلن و به اسرائیلیا کمک میکنن و برای اینا پول جمع میکنن. در اون مستند خواهید دید شما و چطوری این رای جمع میکنن از اونها برای این، و حتی برای انتخابات فقط پای تلفن نشستن مردم رو یکی یکی، one at a time، هر یه نفر رو سعی میکنن که رأیش رو بگیرن برای اون رئیس جمهوری که بیشتر به دیدگاه های خودشون نزدیکه. بنابراین اسید پاشی و بمب و اینا که هست، کلمه اینها یه جور دیگه، هندوها که مسلمان ها رو میکشن، مسیحی ها رو میکشن. ولی که غیر از خشونت و ارعاب فیزیکی، باید عرض کنم خدمتتون که خشونت نرمتر یا غیر فیزیکی هم بسیار فراوونه، که یکیش همین در واقع مثال مسیحیان بنیادگرای آمریکاییه، که خب شما وقتی که رأی میدید، وقتی این کار میکنید، وقتی آقای ترامپ میاد، وقتی آقای جورج دبلیو بوش میاد، اون همه جنگی که درست میشه در دنیا و اون همه کشتاری که انجام میشه، اون همه سلاحایی که شما تولید میکنید و میفروشید و آزمایش میکنید رو مردم بیچاره اون طرفای دنیا، اینا مگه خشونت نیست؟ اینا خودش یه نوع خشونت، منتها شما به صورت نرم این خشونت رو وارد جامعه بزرگ دنیا کردی. اما خشونت نرم در بین ما مسلمان ها هم هست، از اطلاق لفظ مسلمان واقعی و مسلمان غیر واقعی گرفته تا فتنگر و خودفروخته و گمراه شده و تا تکفیرگرایی، و این چماق تکفیر و ارتداد و برچسب ارتداد و مرتد
در اسلام همیشه بوده و این بنیادگرایان از این خیلی خوب استفاده میکنن. مثلا همین انور ساداتی که اسمش رو آوردیم، چرا این گروه بنیادگرای مصری از تکویر و الهجره این رو کشتن؟ حتی اسمش هم معروف، برای اینکه میگفتن این آدم کفر کرده که رفته با اسرائیل یک قرارداد صلح. اونا حالا بیا ببین چه خبر کشورهای مسلمانی، اینا اگر دستشون به اینا برسه. خلاصه اینها همه اثرات زیانبار و مخربی داره که وقتی به یک نفر برچسب ارتداد میزنن، برای خودش، همراهاش، خانوادهش، همفکراش، شاگرداش، اینا چه عوارضی در جامعه ایجاد میکنه. و اینطور فقط یک نکته عرض بکنم که گفتیم سرانجام این بنیادگراها چی میشه. اینا یا به قدرت میرسن یا به قدرت نمیرسن. تا مادامی که به قدرت دست پیدا نکردن، بر همین نهج و روش ادامه میدن و مبارزه میکنند و مبارز میطلبن. اما وقتی قدرت به دست بگیرن، اون وقت جریان فرق میکنه. هم نه اینکه این کارها رو نمیکنن، این کارها رو بلکه انجام میدن، خیلی هم موجه‌تر انجام میدن، به شیوه قانونی انجام میدن، ولیکن عملا نمیتونن اون دایره ای که دور خودشون کشیدن، اون حصار رو دور همه جامعه بکشن، چون بالاخره همه جامعه با اینا که نشده که. اینا حالا به هر دلیلی موفق شدن قدرت رو به دست بگیرن، تکلیف میلیون ها دیگه که بیرون از این حصار اینها واقع میشن، حصار عقیدتی عملی اینا واقع میشن چیه؟ و بعدم خب اداره کردن یک مملکت، یک جامعه لوازم و ملزوماتی میطلبه. اینا از نظر اقتصادی، از نظر سیاسی به دنیا نیاز دارن، به همسایه نیاز دارن، به این نیاز دارن، به اون نیاز دارن. اینی که مجبور میشن حتی از نظر داخلی برای اون افراد دیگه که برشون حکومت میکنن، اینا مجبورن با اینا به نوعی مصالحه بکنن و با اینا یه جاهای خلاصه از سر بعضی از اون اصولات خودشون کوتاه بیان، ولی البته همچنان تبلیغاتشون بلند و رسا هست. شاید شما الان ببینید که طالبانی که این همه کشتار کرده، این همه جنگیده، آمریکا رفته اونجا که اینا رو بگیره، همه دنیا رفتن بگه، اینا که از پا در نیومدن، ولی حالا دارن چیکار میکنن؟ حالا برای اینکه هم به نفع خودشونه، هم اینکه یه بویی میاد که اینها میخوان برن از اونجا و ممکنه به اینا یک هیته، یک چند تا استانی، نمیدونم، یه حکومت خود مختار بدن، اومدن نشستن سر میز مذاکره با آمریکا. Can you imagine? On think about. یه چیز غیر قابل تصوری بود یک دهه پیش که شما الان میبینی رهبران طالبان در امارات پشت اون میزای شسته رفته تو هتل ها با اون لباسا دارن با نماینده های آمریکا گفتگو و مذاکره میکنن. پس اسلحه چی شد؟ من اینجا دیگه قطع میکنم. بیشتر در واقع فکر کنم چون ما 10 شروع نکردیم، من سعی کردم که 1 ساعت بشه، ولی خب از 1 ساعت هم یه خود بیشتر شد چون مثال هایی گفتم. ببخشید، از تحمل و همراهی دوستان سپاس گذارم. خیلی ممنون، بسیار استفاده کردیم و راستش من نگاه کردم اولا که خیلی از زمان نرفتیم بیرون، بعدم اینقدر شیوا صحبت کردیم که زمان متوجه نشدیم. خیلی ممنون، ولی ممنون از شما که وقت دیر شما هست و ولی باز این لطف کردین، این اجازه رو دادین که ما در خدمت شما باشیم و صحبت‌های شما رو گوش بدیم. من آنمیوتشون میکنم. بفرم. سلام عرض میکنم خانم دکتر. خیلی بسیار خوشبخت شدم از آشناییتون و خیلی خیلی استفاده کردم از صحبتاتون، بخصوص این شرایط با این اتفاقاتی که توی فرانسه این 2-3 هفته افتاده. من ضمن صحبتاتون داشتم نوت برمی داشتم
دیدم یکی از مشخصات بنیادگرای دینی اون قائل شدن به اون قداست متنه. آیا این شرایط که فرمودین هر کدومش میتونه برگرده به بنیادگرایی دینی، یا اینکه نباید مثلا همش یا چند تاش جمع باشه که بتونیم بگیم یه گروه یا یه آیینی در واقع بنیادگرای دینی هستن؟ این سوال من به خاطر اینکه ترس من اینه که ما حتی تجربه من اینه حتی ما در روشنفکران دینی خودمون هم حداقل این قداست واو به واو مثلا به متن رو داریم. این بر من سواله، آیا ما هممون در واقع بخشی از همون بنیادگرایی هستیم ولی فکر میکنیم نیستیم؟ نه 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 جانم نه. ببینید همینطور که خودتون هم گفتید باید یه سری از اینا حداقل این مشخصات و مشترکی که عرض کردم اینا باید تقریبا اکثرشون یا همشون موجود باشن که ما بتونیم بگیم. اولا اعتقاد به این که متون مقدس الهی هستن در واقع این چیزیه که از ابتدا در همه دین ها بوده و همینطور هم که اول عرض کردم ما نباید اعتقادات سنتی رو با اعتقادات اینها اشتباه بکنیم. ببینید بله ما هممون معتقد بودیم، حالا حداقل مسلمان ها معتقدن، مین لاین ارتدوکسی و مسلمونی معتقده که این کلام خداونده و همینطور. منطور اونها علاوه بر این که این رو معتقدن، شما برخوردشون با متن رو ببینید، فقط همین یه اعتقاد که نیست. مثلا مسلمان ها همه این رو معتقد بودن که این قرآن کلام خداست، ولی تفسیر قرآن هیچ وقت تعطیل نشده بوده در سنت اسلامی، از همون ابتدا انجام می شده. برعکس مسیحیت که حتی ترجمه متن رو هم از لاتین اجازه نمی دادن، تفسیرها رو هم بر نمی تافتن، خیلی پنهانی خیلی کم بوده. ولی سنت اسلامی حداقل تاریخ تفسیرها و تنوع و تکثر تفسیرها نشون میده که نه. ولی خب اینها اون تفسیر رو قبول ندارن، میگن نباید اینا رو تفسیر کرد، باید همون نص رو گرفت. فقط به نص گرایی و اونم ظاهر نص رو بگیرن با اضافه چیزای دیگری که هست، هیچ تاریخیتی هم نداره. مثلا همطور که عرض کردم شأن نزول رو مثلا کار ندارن، اصلا این آیه کی آمد، چه کسانی مصداق اون کفار بودن که قرآن گفت بودید بکشید، آیا اون کفاری بودن که از مکه اومده بودن میجنگیدن با اینها اون زمان بود، یا اینکه الان هر کسی رو که اینها دلشون بخواد میگن کافره و میرن میکشن؟ نه، تفسیر باید یه مجموعه ای باشه. نه خیر خانم، اینطور نیست که ما هر کدوم فکر کنیم که این قرآن مثلا مقدس ما بنیادگرا هستی. خیلی متشکرم از راهنمایی. خوشحال شدم مریم خانم. بفرمایید. سلام عرض میکنم. سلام از بنده. خیلی متشکرم از سخنرانی بسیار آموزندتون. خواهش. امیدوارم که شما رو ما بیشتر ببینیم در آینده. من دو تا سوال دارم. یکی اینی که در مورد بنیادگرایی دینی، سیر تاریخیش به هر حال نشون میده که اینها در زوال خواهند بود، چون دنیا به خاطر مدرن شدن و توسعه فرهنگی و تکنولوژی و اینجور چیزا دینگرایی داره کم میشه و در نتیجه به مرور زمان بنیادگرایی که به طور کلی از اوائلش تاریخ هم که شروع شده حالت نوسان داشته، یه وقت اومده بعد دوره بین رفته. اینی که شما فکر نمی کنین که این به طور کلی در حال زوال خواهد بود و به مرور زمان از بین خواهد رفت به خاطر تغییرات که در جهان وجود داره؟ سوال دوم من اینه که به خصوص در جهان سوم یا در کشورهای که زیاد ثروتمند نیستن، درسته که علت بنیادگرایی بیشتر ریشه اقتصادی داره که مردم به خاطر فقر جذب اینجور مسائل دینی میشن، یا کسانی که مثلا
میان حالت انقلابی پیدا میکنن، میتونن اینجور افراد رو به خودشون جذب بکنن و بنیادگرایی رو به عنوان یه راه فرار از مشکلات اقتصادی برای مردم جلوه بدن و یا مشکلات اقتصادی رو بندازن گردن بیدینا و بگن که اگه شما دین داشته باشین در نتیجه وضعتون بهتر خواهد شد. این که اگه لطف بفرمایید این سوال رو جواب بدید. خیلی ممنون. خواهش میکنم. اولا درباره این که بنیادگرایی در حال زوال، چون زوال دین داره اتفاق میفته و تغییراتی که در جهان وجود داره به اون سمت و سو میره، عرض کنم خدمت شما که اتفاقا بروز و ظهور این بنیادگرایی سبب شد که همه اون دانشمندان جامعه شناسی و دین پژوهی، ولی مخصوصا جامعه شناسی و فلسفی که تز سکولاریزم داشتن و اینکه دین کم کم اصلا از بین میره و دیگه شما حرفی از دین، اسمی از دین نخواهید دید، اینا همه مجبور شدن که با ظهور و بروز این بنیادگرایی مخصوصا در دهه 70 به بعد این تزاشون رو حتی به قول معروف ریوایز بکنن. از جمله معروفترین اونها آقای پیتر برگر بود که جامعه شناس دین و بسیار معروف و بسیار پرقدرت بود و کسی بود که از پیروان و مبلغان همین تز سکولاریزم بود. بعدم عرض کنم خدمت شما که پس بنابراین زوال دین، حالا غیر از این که مسئله رو فقط به بنیادگرایی ببینیم، آیا دین واقعا از بین رفته؟ دین ممکنه بشه؟ نه، هیچ وقت نرفته و نمیره، اتفاقا داره بر میگرده و برگشته، به شکلهای مختلف بر میگرده. بنیادگرایی یک شکل از بازگشت دینه و تنها شکلش نیست. الان شما حتی در این حیطه مطالعات ادیان و شما میبینید که تعریف از دین دیگه اون تعریف دینهای نهادینه شده و سازمانی یافته مثل یهودیت، مسیحیت، هندویزم، بودیزم اینا نیست. الان نوعی از اسپریچوالیتی but not religious داره میاد، مخصوصا اینجا در آمریکای شمالی این پدیده هست و عرض کنم که در بین کشورهای مسلمان و جوانان مسلمان هم هست. یعنی شما الان تو خود ایران نمیتونستید 10 سال پیش 15 سال پیش از یک همچین مقوله ای صحبت بکنی یا ببینید، ولی الان هستن و صحبت میکنن که اینا در واقع یه نوعی گسترش و بست مفهوم دین و دینداریه. یکی دیگه از جلوه هایی که دین از بین نرفته همین چیزیست که ما در اسلام خودمون به نوع اندیشی دینی از اون اسم میبریم. ببینید نوع اندیشی دینی نخواسته که بگه که اینو خیلی وقتا اشتباه میکنن، مخصوصا اونهایی که نسبت به دین یک نظر خیلی جزمی دارن و فکر میکنن که دین مثلا یه چیز بیهوده است، با علم نمیخوره، با دنیای مدرن نمیخوره اینها. خب بله، اینا همه یک چیزایش درسته، یه چیزایش غلطه. اینا مثلا فکر میکنن که نواندیشی دینی میخواد همون اون چیزا رو بیاره تکرار بکنه، در حالی که تعریف دقیق و روشن فکر دینی دقیق اون کسی است که هم به سنت انتقاد داره هم به مدرنیته انتقاد داره. بنیادگرایان فقط به مدرنیته انتقاد دارن، سنت رو هم که کنار میذارن و سنت خودشون رو قبول دارن، درسته؟ یعنی در واقع انتقاد ندارن. بنیادگرایان مدرنیته رو و عوامل اون رو نفی میکنن، ترد میکنن. پس اولا که دین داره از بین نمیره، آیا بنیادگرایی دینی اون
وجهه و مقبولیتی رو که در دهه 1970 میلادی در سرتاسر دنیا داشته آیا از دست داده؟ بله، با اتفاقاتی که افتاده، مخصوصا بنیادگرای اسلامی، اصلا تغییر ماهیت داده و الان بیشتر یک مسئله گروه های تروریستیه که حتی اگر دقیق بخوایم حرف بزنیم، این حرکت ها که مذمومه و چندشاوره و در واقع همه رد میکنن، ترد میکنن، هیچ که دیگه دلش نمیخواد با این خودش رو آیدنتیفای بکنه. و اما پس بنابراین ممکنه، ولی 100% هم معلوم نیست. دین و دینداری یه چیز کاملا متحولیه، با جریانات و با تحولات کانتکست های مختلف شکل های مختلف به خودش میگیره و میاد و میره. دین هیچ وقت نرفته، ممکنه لوازم ظهور و بروزش کم شده بوده یه زمانی، ولی یا یه زمانهایی بیشتر بشه، هیچ وقت از بین نمیره. درباره بنیادگرایی، بله، اونم فرق میکنه. مثلا بنیادگرایی مسیحی هم تو که سعی کردم نشون بدم، ببینید یه نوع تحول درونی، متاسیونی انجام داده، یه ترانسفورمیشنی انجام داده، از اینکه بره جلوی کلینیک های ابورشن مثلا تظاهرات بکنه، بمب منفجر بکنه، اومده رفته از نهادهای دموکراتیک داره استفاده میکنه، از نهادهای تربیتی استفاده میکنه، قاضی داره تربیت میکنه، وکیل داره تربیت میکنه، وارد بحث الکشن میشه، در انتخابات نقش مؤثر ایفا میکنه، در سیاست خارجی نقش مؤثر ایفا میکنه. اونا خودشون رو مثلا به یه شکل دیگری در میاره. و مثلا طالبان هم که عرض کردم دیگه، حالا نمیدونیم این طالبان بعد از اینکه این مذاکرات اگر به جای برسه، اینها به هر حال یک کمی خودشون رو تغییر دادن و دارن وفق میدن. درباره سوال دومتون که در جهان سوم این دینگرایی افراطی، حالا اگر اسمش رو بذاریم، ریشه اقتصادی داره و در بین اون محرومین در واقع بیشتر عضوگیری میکنه، بله، تا حدی درسته، ولی اقتصاد تنها دلیلش نیست. منتها فقر اقتصادی حتما یک محرومیت های اجتماعی به وجود میاره که اون محرومیت اجتماعی هویت اون جوان ها یا هویت اون افراد رو زیر سوال میبره و اونها چون در تعارض با یک جامعه بزرگتر یا یک جامعه بهتری که شکوفاست و هویت ها و پراسپریتیش معلومه، اینها احساس میکنن که هیچ هویتی ندارن. بنابراین به خاطر اینکه یه هویتی برای خودشون ایجاد بکنن، به این اندیشه ها میرن و در واقع هویت گراست این بنیادگرایی. کار عمده‌ای که میکنه اینه که به همه این کسانی که عضوش هستن و طرفدار میکنه هویت میبخشه. الان مثلا همین مسئله پاریس رو شما ببینید، همه این صحبت هست که آیا اینا واقعا بچه هایی هستن، چون جوان 18 ساله است، جوان 16 ساله است، 3 سالش بوده از چچن آمده، الان 18 سالش بوده رفته گلوی اون معلم رو جلو شاگرداش بریده، اصلا باور نکردنیه. آیا این فقط به خاطر اون آموزه های دینی که بعضی از این مذهبیون تند رو دادن بهش دست به یک همچین کاری زد، یا اینکه چی؟ بالاخره اینها، یا مثلا این آخری که رفته اهل تونسه، حالا اون اهل چچن بود، ولی سالهای قبلتر اونایی که الجزایری، اونایی که تونسی هم، و همه درباره این شرایط محرومیت این مهاجران آفریقایی در فرانسه خوندیم و شنیدیم. بله، اینا شدیداً احساس میکنن که هیچ هویتی ندارن، میخوان خودشون رو اثبات کنن، میخوان بگن که ما هم هستیم و بنابراین دست به این کارها میزنن. پس بله، ریشه اقتصادی داره، ولی اقتصاد تنها دلیلش نیست. با
امیدوارم خوشحالی داشته باشم براش. خیلی متشکرم. خیلی ممنون. شبتون بخیر. شب شما بخیر. خیلی ممنون خانم دکتر. من خودم هم یک سوال داشتم، ببخشید بازم اگه قصدتون نکنم. اولا که خیلی برام جالب بود الان انقدر توی مدیا صحبت بنیانگرای اسلامی هست که من هیچ وقت نمیدونستم این پیشینش برمیگرده عملا به پروتستانتیسم و از اونجا آغاز شده بود و برام خیلی جالب بود این بحث. اسلام این کلمه از اونجا آغاز شده. بله بله. و همش تو ذهنم بود که همه چی با اسلام اومده، یعنی این بنیانگرای. بله واقعا همینطور شد خانم، حتی در ادبیاتی که منتشر شده این رو همشون می نویسن که عرض کردم اون کلمه، اون عبارت، اون گروه به فراموشی سپرده شده بودن دهه 1970 و با انقلاب اسلامی ایران که یک جورنالیستی نوشت که این بنیادگرایی، این فاندامنتالیست، اسلامیک فاندامنتالیزمه. بعضی ها پیوریتنیزم مثلا اسم بردن که خلوصگرایی، خالصگرایی. حالا دیگه اون جورنالیست نوشت و اینم روش چسبید، در حالی که انقلاب ایران حداقل اون سالهای اول که اصلا کلی از این کهکشان‌ها از این بنیادگرایی اسلامی فاصله داشت. بله بفرمایید. بله سوالی که شما فرمودین که ما بنیادگرایی دینی داریم و سنتگرایی، بعد میخواستم ببینم مصداق این توی حالا جامعه آمریکا. بنیادگرایی میشه گفت خب همین اونجلیکا هستن که توی آمریکا به هر حال رخنه کردن و دارن و بزرگ میشن. برای سنتگرایی آیا گروه های آمیش ها و مورمن ها رو میشه فرضاً به عنوان اگزمپل گفتش که اونها هستن؟ یکی این سوالم بود. یکی هم این که الان شما فرمودین که حتی بنیادگرایی داره میوتیت میکنه، یعنی داره خودش رو عوض میکنه، داره وقف میده که مخصوصاً توی جهان مدرن مثل آمریکا و اینها دارن وارد سیاست میشن، وارد دموکراسی میشن، تربیت‌های خودشون رو میکنن. آیا باعث میشه این دو گروه حالا با هم منسجم بشن، سنتگراها و بنیادگراها، وقتی که از حالت خشن اینا خارج بشن؟ بله 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 دقیقا همینطوره که میفرمایید. اولا آمیش ها و مورمون ها که گفتید، اینها خیلی زودتر از این خودشون رو جدا کردن و خب دیگه هممون از شیوه زندگی آمیش ها میدونیم که اینها هر دو هم به نوعی عکس العمل به لوازم دوران مدرن بود. مثلا آمیش ها بدون برق، بدون ماشین، بدون چی، زندگی روستایی، زندگی کشاورزی. و اینها اینجا تو کانادا هم ما داریم، همین اطراف تورنتو هست که حالا تبدیل یکی از دهکده هاشون تبدیل به محل توریستی شده و میرن مردم و اونها رو میرن، ولی خب زندگیشون هم در این حال جریان داره. اونا خیلی زودتر خودشون رو جدا کردن، ولی ببینید اونها فاندامنتالیست نیستن، اونها سنتگرا هستن و سنت هم برای خودشون اونجوری تعریف کردن. درباره پروتستانتیزم که فاندامنتالیزم پروتستان یا بنیادگرایی پروتستان آمریکایی که یه پدیده آمریکایی هم هست، شما اینو در بین پروتستان های اروپا نداشتید و ندارید، در بین کاتولیک ها، حالا اگر فرصت شد عرض میکنم که اونا از کی و چی سنتشون بوده، ولی اصلا به این شیوه نبودن و نیستن و به این قدرت و گستردگی نیستن. در بین مسیحیان پروتستان سنتگراها اونایی هستن که خب کلیسا میرفتن، کلیسا میرن، سوشیال کانزرواتیو ایدیاز دارن، مثلا درباره ازدواج یا درباره نمیدونم همین مسئله ازدواج بین جنس ها، هم جنس ها، مسئله سقط جنین، مسئله زن ها و غیره. اینا یه سری هستن که خب بله همینجوری زندگی میکردن و اینا رو هم اعتقاد داشتن، ولی برای این که بخوان اینا رو متوقف کنن نمی جنگیدن و نمی جنگن. شما از کلمه ایوانجلیزم اسم بردید و ایوانجلیکال. ببینید این دقیقا مثل چیز هستن، اینا رابطه شون با فاندامنتالیست ها شاید بتونم بگم
به اصطلاح منطقیون عموم خصوص من وجه هستن. یعنی این که به ساده تر بگم که خودم هم بفهمم اینه که فاندامنتالیست ها همشون اوانجلیکال هستن ولی همه اوانجلیک ها فاندامنتالیست نیستند. بنابراین نه هر اوانجلیستی، هر تبشیری بنیادگراست، نه، ولی بنیادگرایان حتما تبشیری هستن و تبشیرشون هم و اوانجلیزشون هم اینه که برن و اون برداشتهای خودشون رو بگن. مثلا از این جهت اینا خیلی بیشتر شبیه اون اینجا ها و ویتنس ها میشن که اونا هم یه سنتی رو، یه چیزی رو برای خودشون معتقدن و سعی میکنن. ولی خب این اوانجلیکال های پروتستان خودتون الان میدونید چقدر قدرت دارن در آمریکا. و اینکه آیا اینا یه زمانی ممکنه با هم دیگه یکی بشن؟ بله، به مراتب. سنتگراها با فاندام با بنیادگراها بسیار وقتها شده که با هم دیگه کنار میان. حتی در آمریکا الان خاطرم نیست دقیقاً که چه موضوعی بود، شاید همین موضوع ازدواج همجنسگرایان بود که شما سنتگرایان مسلمان، سنتگرایان یهودی، سنتگرایان کاتولیک و سنتگرایان پروتستان با همدیگه یکی شدن و بنیادگرایان مسیحی، حتی بنیادگرایان مسیحی با اینها یکی شدن. یعنی فاندامنتالیست ها و سنتگرایان بله خیلی جاها از نظر استراتژیک با هم همگرایی میکنن و همکاری میکنن. در آمریکا این اتفاق بسیار روشن‌تر افتاده و میفته، ولی کن تفاوتشون همینه که عرض کردم. سنتگرایان عمومی در همه اون دین‌ها آگاهانه آمدانه تلاش نمی‌کنند که اون سنت تعریف شده رو برگردونن، یا تعریفشون از سنت اینقدر محدود نیست. مثلا شما یه سنتگرای مسلمان رو که ببینید، شما آقای سید حسین نصر هم مثلا سنتگراست دیگه، درسته؟ خب ولی آقای سید حسین نصر مثلا یه طیفی از تاریخ سنت و رشد اسلام رو حداقل قبول داره. حالا با اندیشه های مدرن و عقل ورزی و نمیدونم این تفسیرهای مدرن و اینها کاری نداره، ولی چرا با اونا کار داره؟ و ایشون هیچ وقت مثلا سعی نکرده که بره مثلا بگه که ما باید بریم کجاشو بگه. آخه مثل اینقدر تفسیرشون، بنابراین سنتگرایان تفسیرشون از سنت این برعکس بنیادگرایان محدود نیست و بعدم آمدانه آلمانه و مبارز طلبانه برای بازگشت به اون کار نمی کنن و دفاع نمی کنن. ولی کن هرچند که سنتگرایانی که قدرت داشته باشن و کلامشون در بین سنتگرایان دین خودشون یه نوع رهبری باشه، این خیلی میتونه که آتش اون هویت‌گرایی رو گسترش بده و فن کنه، به قول این فلیم رو به قول معروف. مثلا من نمیگم که آقای حسین نصر درباره اینها اینطوری مشخص حرف میزنه، ولی وقتی که ایده های ایشون، سخنرانی های ایشون، این همه طرفداری که این مسلمان های غیر شیعه ها، این مسلمان های پاکستان، ترکیه، این ور اون ور، مخصوصا اینها پاکستان و هند و اینها از ایشون میکنن، برای اینکه همش درباره یه گلوری، یه شکوه و عظمت گذشته تمدن اسلامی حرف میزنه. خب من جوونی که الان همه این چیزا رو میبینم، خیلی دوست دارم که با اون آیدنتیفای بشم، با اون هویتم این بشه. خب وقتی یه جای دیگه اگر از دایره قطبنمای آقای سید حسین نصر خارج شدم، اون وقت میرم سمت اونایی که میگن بله کیا اینو از ما گرفتن؟ این کفار گرفتن، پس برینو بکشیدشون. بنابراین خطر داره اون سنتگرایی هم، وقتی که خیلی
قدرت پیدا کنه به یه جورایی خطرناک میشه، تن میزنه به بنیادگرایی به خاطر هویت گرایی که میبخشه، هویتی که میبخشه. خیلی متشکرم خانم دکتر، یک دنیا سپاس، بسیار استفاده کردیم، خیلی